I'm here too. Okay, hello everyone. We are live. Perfect. I just want to make sure that I am live in Instagram too for my friends in Instagram. سلام به همه عزیزان. این لایو ما به فارسی هست و امیدوارم که همگی خوب باشید. امروز لایو داریم و در مورد بیزنس آنلاین با پارتنر بیزنسی عزیزم که در کالیفرنیا زندگی میکنه، ماندانا. امیدوارم که همگی خوب باشید. من زهرا هستم، جنرال دنتیست هستم و در تورنتو کانادا مشغول به کار در آفیس دندانپزشکی خودم هستم و تقریبا 16-17 ساله که کانادا هستم، حدود 9 ساله که در آفیس خودم مشغول کارم و یکی 2 ساله که در این بیزینس مشغول به فعالیت اینترنتی هستم. این بیزینس مزایای بسیاری داره. ما امروز در مورد مقایسه بین آنلاین و آفلاین بیزینس میخوایم صحبت بکنیم و به عزیزان یه توضیحاتی رو بدیم در مورد اینکه تفاوت‌های این دو چی هست و چه بنفیت‌هایی رو ما میتونیم از آنلاین بیزنس داشته باشیم که در عصر جدید اون رو داریم. در واقع آفلاین بیزنس همیشه بوده، بیزنسی که اکثر افراد، تقریبا میتونم بگم همه افراد دستی درش دارن و بیزنسی رو در حال انجامن، حالا یا خودشون بیزنس رو دارن یا برای کسی که بیزنس داره دارن کار میکنن، ولی آنلاین بیزینس چیزی است که کمتر آشنایی وجود داره در موردش و چیزی است که افراد لازم دارن اطلاعات در موردش داشته باشن که بتونن تصمیم درستی بگیرن، به خصوص که در این سالها آنلاین بیزینس یه مقدار کلمه اسکری و غیر قابل اعتمادی شده و ما میخوایم توضیحاتی بدیم که این مقایسه آفلاین آنلاین بیزینس بتونه به افراد کمک بکنه که بتونن تصمیم درست بگیرن در موردش. ماندانا جان، شما هم خودتون معرفی کنید برای دوستان و میریم برای توضیحاتی که میخوایم به دوستان بدیم. بفرمایید. بله، سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز که الان دارن ما رو میبینن یا بعدن ما رو میبینن و سلام میکنم به زهرا جان عزیز، پارتنر من که زحمت کشیدن این لایو رو درست کردم و امروز ما در خدمت بینندگان هستیم. من ماندانا هستم از کالیفرنیا، حدود 13 ساله که در کالیفرنیا با همسر و دخترم زندگی میکنیم. مادر یه دختر 12 ساله هستم و اینجا پارت تایم فارمیسی تکنیشن رو کار میکنم و در کنارش حدود مدتی هست که این بیزینس رو شروع کردم که خیلی خوشحال هستم با دوستای عزیزی مثل زهرا جون و دیگر دوستان آشنا شدم. من هم اگر بخوام در مورد این موقعیت اینترنتی صحبت کنم ساعتها طول میکشه، چون واقعا مزایای این موقعیت اینترنتی اینقدر زیاد هست که برای با یکی دو ساعت اصلا نمیشه اونجور که باید توضیح داد. ولی خب کلن ما یک رستوران داریم که به صورت یک بیزینس آفلاین هست و اگر همیشه من مقایسهش میکنم با این موقعیت اینترنتی که وارد شدم و نگاه میکنم میبینم که وقتی شما یک بیزینس آفلاین داشته باشین باید سرمایه گذاری هنگفتی بکنین اوایلش و همینطور این مخارج بالا میره، اکسپنس های یک بیزینس آفلاین خیلی زیاد هست، شما باید ایمپلوی بگیرید، باید اونا رو روی پیرول بذارید، یک سری اکسپنس های فرعی داره که شما باید اونا رو هم انجام بدید و نیاز به حضور فیزیکی شما داره. ما الان وقتی که شما یه بیزینس آفلاین دارین نمیتونید راحت مسافرت کنید، باید وابسته به این بیزینس هستیم، به صورت حضور فیزیکی باید اونجا حضور داشته باشین و مغازه باید باز باشه، حالا اگر مشتری داشته باشین یا نداشته باشین. و یکی دیگه این که در بیزینس آفلاین به صورت لوکالی افرادی که اطراف شما هستن کاستمرهای شما هستن که میان به بیزینس شما، ولی حالا این موقعیت اینترنتی که ما هستیم نیاز به حضور فیزیکی شما نداره،
سیستم اتوماتیکی برای شما کار میکنه و سرمایه گذاری که در این موقعیت اینترنتی لازم هست واقعا نسبت به بیزینس های آفلاین خیلی خیلی کمتر هست. حتی ما در این موقعیت افرادی رو داریم که دانشجو هستن و میتونن افورد کنن در این بیزینس، در این موقعیت اینترنتی کار کنن. و در این موقعیت اینترنتی هم گلوبالی هست، به صورت اینترنشنال هست. شما تمام این افراد رو میتونید آدینس قرار بدین برای این موقعیت اینترنتی، در صورتی که در بیزینس های آفلاین شما فقط افرادی که اطرافتون هستن و لوکالی هستن میتونن وارد این بیزینس بشن. شما هم زهرا جون نظرتون رو بگین در مورد. بله، شما یه سری توضیحات دادین، بسیار عالی، درست میفرمایین. حضور فیزیکی در بیزنس های آفلاین یه چیزیست که لازمه و این رو چیزیست که محدود میکنه افراد رو به اینی که حضور فیزیکی داشته باشن، محدودشون میکنه به اینی که فقط کلاینت ها و کاستومر های اون ایریا رو داشته باشن. وقتی که آنلاین نباشن به هر حال دیستنس یه چیز مهمیست و افراد فقط در اون ایریا میتونن در واقع تارگت بشن. چیز دیگه که مطرحه مسئله کاست و اوورهد هست که بیزنس های آفلاین کاست خیلی زیادی دارن، سرمایه گذاری هنگفتی در اول میخوان، بعد هزینه های مختلف ایمپلویی، هزینه های رنت و لیز، هزینه آب و برق و تلفن، هزینه به اصطلاح انبارداری و اینونتوری، هزینه در واقع کوریر، چیزهای مختلفی که وجود داره و این همه این هزینه ها باریست که در واقع روی اینکام این بیزینس هست و در واقع میشه گفت که درآمد و پروداکشن این بیزینس رو تحت تاثیر قرار میده، در حالی که آنلاین بیزینس ها و موقعیت های اینترنتی در واقع هیچ کدوم از این هزینه ها رو ندارن. به خصوص که تفاوتی که این موقعیتی که ما داریم انجام میدیم با دیگر بیزینس های آنلاین این هست که ما حتی اینونتوری و انبارداری رو هم نداریم. ما نیازی به اینی که استوریجی داشته باشیم و پروداکتی رو انبار کنیم و بخوایم بفروشیم کامیشن بگیریم نداریم. این چیزیست که به اصطلاح تفاوت این بیزینس ما با دیگر بیزینس هاست و اون رو به خیلی خاص منحصر به فرد و یونیک کرده و افرادی که میان تو ترایال متوجه میشن. وقتی که قبل از ترایال ما وقتی توضیح بهشون میدیم اصلا قابل لمس نیست براشون و میگن چطور ممکنه که شما چیزی رو نمیفروشید ولی درآمد دارین. خب اینجاست که ما در واقع افراد رو انکوریج میکنیم، تشویق میکنیم که بیان تو ترایال و خودشون ببینن که بیزینس مدل چی هست. به هر حال و کلمه بیزنس مدل رو من اینجا توضیح بدم، برای به افراد خیلیشون قابل در واقع توضیح نیست، به این شکل قابل لمس نیست براشون. هر بیزینسی از راه‌های درآمدزایی میکنه. مثلا فرض کنین ریال استیت از راه به اصطلاح رنت، از راه یک ریال استیت ایجنت، از راهی که بخواد یه پراپرتی رو رنت بده کامیشن میگیره، سیل انجام بده کامیشن میگیره، میتونه در مشارکت و اینوستمنت شرکت بکنه کامیشن و درآمد داشته باشه. راه‌های مختلفی که یک بیزینس درآمدزایی داره. ما وقتی میگیم بیزینس مدل توی این بیزینس به معنی این هست که فقط فروش یک محصول و کامیشن گرفتن نیست. بیزینس مدل اینجا به معنی این هست که راه‌های مختلفی هست برای گرفتن این کامیشن، بونس های مختلف هست و وقتی که وارد ترایال بشن کاملا واضح و کلیر متوجه میشن که درآمدی که تو این بیزینس هست از چه راه‌هایی کسب میشه. و دیگه اینکه به اصطلاح مسئله تفاوت بین بیزینس آنلاین و آفلاین هم دیگر این هست که بیزینس های آنلاین باید قانونی باشن تا با خیال راحت بشه انجامشون داشت و این چیزیست که من فکر میکنم تقریبا 90% افراد رو هولد میکنه به اینی که بیان جلو و این بیزنس ها رو چک بکنن، بخاطر اینکه مطمئن نیستن که این کلاهبرداری هست یا نه و چطور داره درآمدزایی میکنه و اصلا مطمئن نیستن. و باز یک بیزنس قانونی هست که ترایال میذاره برای خودش و
به افراد این اپورتونیتی و فرصت رو میده که بیان افراد ببینن که چطور تو این بیزنس درآمدزایی میشه، چطور هست که قانونی هست، به چه صورت هست که قانونی هست، و خیالشون راحت بشه و اگر که دوست دارن در واقع انجامش بدن. تارگت هدف ما توی این میتینگ در واقع توضیح و تفاوت بین آنلاین و آفلاین هست. حالا من از ماندانشون خواهش میکنم که تفاوتهای دیگرش رو ارائه کنن و توضیح بدن برای دوستانمون. کلن ما خیلی نکات خوبی رو گفتین زهرا جون. من یه نکته دیگه میخواستم اضافه کنم که کلن این سیستمی که ما داریم درش کار میکنیم به خاطر همین بیزینس مدلش هست که این رو مستثنا میکنه از دیگر بیزینس های آنلاین و حتی به جرئت میتونم بگم از بیزینس های آفلاین، به خاطر اینکه اون نحوه کامیشن دهیش هست که اون رو مستثنا میکنه و ما این کامیشن رو به خاطر سوشیال میدیا مارکتینگ که ادورتایزینگ میکنیم در 7 تا پلتفرم این کامیشن رو به ما میده و تنها شرکتی هست، ما با یک شرکت مادر کار میکنیم که به صورت فرانچایزی هست و هر کدوم از ماها دارای یک آیدی نامبر هستیم از این شرکت و دارای یک وبسایت هستیم که از مثل تمام بیزینس هایی که به صورت فرانچایزی هستن مثل استارباکس، مثل مکدونالد و خیلی مثل شما تیمورتون دارین، مثل تیمورتون، اینا همه جوری کار میکنن که برای خودشون کار میکنن، هر کس فعالیت و تلاشش بیشتر باشه بیشتر نتیجه میگیره. ماها هم همینطور هستیم، ما تو این بیزینس باید تلاش کنیم، باید کوشش کنیم مثل هر بیزینس دیگه، چون هدف داریم باید برای هدفمون تلاش کنیم تا به اون نتیجه برسیم. و خدا رو شکر ما با یک بیزینس مادری کار میکنیم که میزان کامیشندهی و درآمدهایی که به ما میده خیلی زیاد هست و ما در بیزینس خودمون در این سیستم افرادی رو داریم که حتی کار خودشون رو کویت کردن، بعد از یک سال تا یک سال و نیم کار خودشون رو کویت کردن به خاطر اینکه درآمدی که از این بیزینس به دست میارن دو برابر اون کار آفلاین خودشون هست و خیلی های دیگر رو میبینیم که واقعا موفق هستن. و یکی از پوینت های دیگر این سیستم این هست، سیستمش این هست که دوره بازنشستگی یا پنشن که همان پسیو اینکام یا رزیدوال اینکام هست و به اون معنایی که ما به صورت آفلاین بازنشسته میشیم نیست. شما بعد از یک مدتی که در این سیستم کار میکنید به یک درآمد ثابتی میرسین که این درآمد بعد از یه مدتی که تلاش میکنید حتی بیشترم میشه. کماکان که مربی خودمون بعد از 3 سال به مرحله بازنشستگی یا همون پسیو اینکام رسیدن. پس من به شما بگم که اگر که جز این کاتگوری هستیم که در خارج از خونه به مدت طولانی، ساعت‌های طولانی کار می‌کنید، تراک درایور هستین و یا کسانی هستین که ناتوانی جسمی دارین، تو خونه هستین و نمیتونید خارج از منزل کار کنید، این سیستم خیلی به درد شما میخوره. یعنی این سیستم به درد همه میخوره و همونطور که زهرا جون گفتن این سیستم قانونی هست و فقط افراد 18 سال به بالا میتونن بیان که اجازه کار داشته باشن و بتونن بابت درآمدی که به دست میارن تکس پرداخت کنن و این نکات خیلی مهمی هست که این سیستمی که ما داریم درش کار میکنیم هست. برای همین این سیستم مجزا میشه از دیگر سیستم ها، چون یک سیستم خوب باید سیستم اتوماتیکی داشته باشه، پروداکت داشته باشه و سرویس داشته باشه که ما این سه تا رو کامل داریم و سرویس این سیستم این هست که یک پکیج کامل ترینینگ داریم همراه با کوچ و منتور که قدم به قدم تمام این آموزش‌های سوشیال میدیا مارکتینگ رو در 7 پلتفرم به شما یاد میدن
و شما میتونید تمام این آموزش ها رو قدم به قدم با کوچ و منتور خودتون داشته باشین. و دیگه اینکه یک سیستم اتوماتیکی داره که وقتی ما خواب هستیم اون داره کار میکنه، وقتی شما مسافرت هستیم اون داره کار میکنه، و تمام چون در پلتفرم های مختلف هستیم و شما میتونید درآمدزایی بکنید در هر جایی که هستیم، چون محدودیت زمانی و مکانی نداره. و دیگه یک پروداکت هست که با اون سرمایه گذاری میکنید، و پروداکت هم در ما با یک شرکت مادر کار میکنیم که 50 سال قدمت داره به صورت آفلاین و 7 سال به صورت آنلاین داره کار میکنه که خیلی معتبر هست. و این واقعا سیستم هم از نظر سلامت هم از نظر فینانشیال اقتصادی برای ما واقعا منفعت داره، و یک محیطی هست که شما رشد میکنید، یک رشد شخصیتی میکنید، رشد اقتصادی میکنید، همه چیز واقعا. دقیقا. حال هستم که وارد این سیستم شدم. بسیار عالیه، ممنون از توضیحاتت ماندانو جان. و یکی دو نکته دیگه که من توضیح بدم در مورد همین مسئله قانونی بودنش هست، چون به هر حال کسی که ورک پرمیت داره میتونه این کار رو انجام بده، این نشون دهنده قانونی بودنشه. این که در ایران و افغانستان قابل انجام نیست به دلیل اینکه این دوتا کشور تحت تحریم ها هستن، باز خودش نشون دهنده قانونی بودنش هست. و اینی که افراد اوبر 18 میتونن واردش بشن، پس بنابراین باید کسی باشه که اجازه کار داشته باشه، به خصوص این ورک پرمیت و اجازه کار نشون دهنده این هست که این کار کاری قانونی و لگالی هست. و اینکه اگر هر کسی قادر بود این کار رو انجام بده، خب این معنی نمیداد که به هر حال این کار چطوری است که هر کسی میتونه انجام بده. هر کسی در با هر بک‌گراند بیزینسی یا بک‌گراند تجربه میتونه انجام بده، ولی باید اجازه کار وجود داشته باشه در هر کشوری که هستن. توضیح دیگری که من اینجا میخوام بدم مسئله این هست که بیزینس آنلاین یا موقعیت اینترنتی چیزی است که از هر جایی قابل انجامه. خب آفلاین بیزینس یه محل خاصی داره، لوکیشنی داره، افراد باید با اون لوکیشن مراجعه کنن و اون سرویس و خدمات رو بگیرن، در حالی که آنلاین is آنلاین، همه جا قابل انجامه، همه جا قابل دسترسه. و حتی ما میبینیم که بسیاری از آفلاین بیزینس ها در واقع فیچر آنلاین دارن، و بعضی از آفلاین بیزینس ها هستن که اصلا حالت آفلاینشون رو استاپ کردن و فقط فروش آنلاین دارن. خب این نشون میده که اونها به این نتیجه رسیدن که آنلاین بودنشون در واقع هزینه هاشون رو میاره پایین، در واقع اپروچشون رو میبره بالا، و تمام کشورها در دور دنیا میتونه آدینس و مخاطب و به اصطلاح کاستومرشون باشن، و اینها نشون دهنده اهمیت آنلاین بودن یک بیزینس هست. و حالا بیزینس ما بیزینسی است که اصلا به هیچ عنوان لوکیشنی نیاز نداره، به هیچ عنوان اینونتوری و استور کردن پروداکت رو نیاز نداره، و اینها از زیبایی های این بیزینس هست. به هر حال دوستان، اینها چیزها تفاوت‌هایی بود که ما در مورد آنلاین و آفلاین بر بیزینس ها توضیح دادیم خدمتتون. ولی میدونم که بسیار از افرادی که دارن این لایو های ما رو تماشا میکنن هنوز هم ممکنه کلیر نباشن. اون چی که اونها رو به اصطلاح بهشون توضیح داده، بهشون توضیح میده و کلیرشون میکنه، این ترایالیست که ما داریم و هیچ ریسکی هم نداره، یک فی داره، ولی این فی رو ریفاندبل کردن و قابل بازپرداخت کردنش که به اصطلاح افراد با خیال راحت بتونن واردش بشن. ما میبینیم که خودمون وقتی که تو فروشگاه‌های مختلف خرید میکنیم، وقتی میبینیم که ریترن پالیسی دارن، با خیال راحت اون رو میخریم، میگیم اگه که نخواسته میاریم پسش میدیم. پس بنابراین ترایل هم اینجا همون حالته و این پالیسی گذاشته شده برای ریفاندبل بودن فی، که افراد دیگه بدون هیچ ریسکی بتونن بیان وارد بشن و چکش بکنن. و ما در واقع هیچ کسی رو نمیخوایم که مستقیم وارد بیزنس بشه، حتما وارد ترایلشون میکنیم که خودشون با چشم خودشون و با نالج خودشون این رو چک بکنن و ببینن که به چه صورت هست. دوستان خیلی ممنون از لطفتون و اینکه تماشا کردین لایو ما رو. من دانجا اگر نکته میخواین اضافه کنین بفرمایین.
تا من یه جمع‌بندی بکنم و از دوستان خداحافظی کنیم. شما همه نکته ها رو گفتین. فقط من این رو اضافه کنم که حتما ما نمیگیم این بیزینس یک بیزینس the best بیزینس عالی هست، ولی دوست داریم شما بیاین و حداقل ترای کنید، حداقل وارد ترایل سی روزه بشین، هیچ ریسکی هم نداره و خودتون همه چیز رو ببینید، بیزینس مدل رو ببینید، پروداکت رو میبینید و اون اسم اون شرکتی که باهاش دارین کار میکنید و همه چیز رو خودتون میبینید و میتونید با گلوبالی هست، اینترنشناله و میتونید با همه افراد در ارتباط باشین، حتی بهشون مسیج بزنید و نحوه درآمدزایی رو از اونها سوال کنید و حتما آره شما میتونید وارد وبسایت یکی از ما زهرا جون یا من بشید، اسم و ایمیلتون رو وارد کنید تا ما براتون یک وبینار 90 دقیقه رایگان براتون بفرستیم. بسیار عالی، ممنون از شما ماندرا جان که وقت گذاشتین در این صبح یک شنبه، با وجودی که کالیفرنیا 3 ساعت از ما که تورنتو هستیم عقبتر هستین، صبح یک شنبهتون رو وقت گذاشتین، خیلی ممنون. امیدوارم که دوستان به اصطلاح از این توضیحات استفاده برده باشن و اگر سوالی دارن ما در خدمتشونیم، به ما مسیج بدن، ما در پلتفرم های مختلف قابل دسترس هستیم با مسیج و میتونیم توضیحات بیشتری رو در اختیارشون قرار بدیم. خیلی ممنون از توجهتون، خداحافظی میکنیم، یک شنبه خوبی در پیش داشته باشین هر کجای دنیا که هستین. مرسی از شما، ممنونم، خدا نگهدار. خدا نگهدار.